اینجا یکی از زیباترین مناطق گردشگری جنوب تهرانه، یه جای بسیار سرسبز و زیبا که گردشگران و از سراسر جهان به خودش جذب کرده. زمین‌های کشاورزی خیلی حاصلخیز و عالی، خیلی از اون سیفیجات و سبزی و میوه‌هایی که شما نوش جان می‌کنید اینجا کشت میشه. اما متاسفانه برخی از افراد حسود و عوامل استکبار جهانی اومدن شایعه کردن که آقا سبزیجات و میوه‌های اینجا با فاضلاب آبیاری میشه. آقا حرف بی پایه، حرف بی اساس، شایعه، برای تشویش اذهان عمومی اینا رو دارن میگن. مسئولان ما اعلام کردن که نه فقط مزار اینجا، بلکه یه متر، شما بگو نیم متر از زمین های اینجا با فاضلاب آبیاری میشه، نمیشه. الان این آبیه که داره اینجا باش کشاورزی میشه مشکلی داره؟ آب به این خوبی؟ یه ذره رنگش سورمه‌ای رنگه که اونم خیلی طبیعی قشنگم از رنگ سورمه‌ای، اصلا خیلی بهش میاد سورمه‌ای به سبز. بعد شما نگاه بکنید این کف این جلو رو، آدم اصلا میبینه کف میکنه. آبو دادن تمیز کردن، تصفیه کردن، انقدر آبو شستن که اینطوری کف کرده. یه مقداری لباس و یه لاستیک و اینا هست، یه چند تا تیکه پارچه، یه دو تا دونه شورت و شلوار تو این آب هست که اونم خیلی طبیعیه. تو همه آبای دنیا بالاخره یه تیکه شورت و شلوار پیدا میشه. اگر ما تهران رو یه شهر 10 میلیونی در نظر بگیریم و تقریبا یه شهر صنعتی، باید قبول کنیم که این 10 میلیون نفر آدم و این کارخونه ها فاضلاب دارن. یک واقعیتی است که هیچ کی نمیتونه انکارش کنه. خب فاضلاب اینا کجا میره الان؟ توی این مملکت تنها چیزی که بهش اهمیت دادن که چه تو سرش زدن محیط زیست بوده. محیط زیست رو نابود کردن اینا، به این دلیل که اصلا محیط زیست رو در واقع زمان اون مهندس موسوی میخواستن درجه ببندن. البته واقعا یه همچین لجنزاری من نمیدونم نمونه آزمایشگاهی میخواد برای چی، یعنی ما چیو میخوایم الان ببریم آزمایشگاه آزمایش کنیم؟ ولی خب حالا برای اینکه کار کامل انجام شده باشه، ما یه دو نمونه از این آبو میبریم توی آزمایشگاه که اگر در این لوله باز بشه اونجا آزمایش کنیم ببینیم اصلا در این آب سرمه ای رنگ زیبا چه چیزهایی وجود داره. یکی از روش‌های آنالیز عناصر سنگین استفاده از دستگاه جذب اتمیه. توی دستگاه جذب اتمی، از اسمش هم معلومه، بر اساس جذب اتم‌ها کار می‌کنه. آقا میگن اینجا با فاضلاب آبیاری می‌کنن، راست میگن؟ راست میگن. بعد فاضلاب خیلی خوبه برای کشاورزی؟ آره. چرا؟ واسه گندم خوبه دیگه، واسه بالا دیگه چیزی که داره. بعد فاضلاب میدی گندم ها حال میان؟ گندم ها خوشم میکنه، بعد زود دست. زود نتیجه میگیره. زود نتیجه میگیره. وقتی فاضلابه. آه باریم. ولی آب موتور اینطوری نیست. نه آب موتور اینطوری نیست. ببینید فاضلاب حتی برای کشاورزی مفیده. زمان که بود آخونده که الان هم داره می جنگه، خاتمی اصلا گفت محیط زیست توی جای زنونه است، مثل این که مثلا تفریحه. آی دکتر از کسی اسم نبرید. چرا نبرید؟ حالا ما میبریم، شما میخواییم پخش کنید، به صلاحتون نیست نکنید، ولی خب اومد. حالا اون خودش برداشته کلی برای همه نوشته، اون نوشته، ما داریم واقعیت رو میگیم، ما داریم تاریخی رو میگیم. کی کرده؟ حسن علی کرده. خب حسن علی کار غلطی کرده دیگه، بگیم یه نفر اومد که اسمش نمیدونیم چه غلط کرده، خب حسن علی بوده غلط هم کرده. کاهو کلم و دیگه چی؟ همین کاهو کلم و همین سیفیجا دیگه هم دارن سمت بیزر و زیر بیزر رو میکارن به این بر همه رو کانال زدن رفتن زیر جوب کاناله. اونجا آب با پمپ می‌گیرن، یه موتور داره. بله موتور داره. کجا میاره؟ از چاکه نمیاره، از فاضلاب داره میاره. اینجا به صورت دو تا رودخونه پیداشون میشه.
قبلا این رودخونه ها آب هم داشتن، چون مقدار بارش باران هم بود و به جوری آبهای سطحی تهران هم هدایت می شد، آب بود که به فاضلاب آلوده می شد. در سالهای خشکسالی مثل امسال و سالهای حتی گذشته دیگه رودخونه آب هم نداره، مجموعش فاضلاب است و فاضلاب یه شهر صنعتی 10 میلیونی. این فاضلاب ها در حدی رونق داره اون پایین که می فروشن، یعنی حقابه دارن، چون قبلا از اون رودخانه حقابه بوده، حالا از همونا دارن میفروشن. یعنی شما وقتی برین اون آقای کشاورز با زحمت زیاد سر ساعت مشخص میره و آب رو میگیره و به اون سبزیجات ما میده. این که میگن وقتی فاضلاب میره پای گیاه بهتر رشد میکنه، راست میگن؟ بله، خب بوده دیگه، دستشویاس و باره. حالا اصلا این چه کاریه؟ ما بیایم کلی هزینه کنیم تصفیه خونه بزنیم، این آبو تصفیه کنیم، همین فاضلابو میدیم میره تو زمینا، گیاها میخورن، چند برابرم رشد میکنن، محصول میدن، خیلی هم باحال. مسئولین هم که راضین، کشاورزم که راضیه، مردمم که بالاخره باید راضی باشند، و اگرم کسی ناراضیه بره فکری به حال خودش بکنه. این فاضلاب وقتی به پای اونها میره، خب بخشش کودهای انسانیه، کسی هم باش حرف نداره، مؤثرم هست، خوبم هست. گرفتاری ما اون فلزات سنگی نیست یا نیتریت و نیتراتی است که در آب فاضلاب به اینها منتقل میشه. هم نیتریت ها و نیترات ها و هم فلزات سنگی همه ماندگاری دارن، یعنی اینا از بین برو نیستن، اینا میرن و در چرخه حیات قرار میگیرن و توسط سبزیجات و سیفیجات به انسان منتقل میشن. متاسفانه نتایج خیلی بد بودن و همه از اون درصد مجازی که باید میبودن خیلی بیشتر بودن. مثلا حداکثر حد مجاز کادمیوم توی حالا این محصولات با 39 صدام پی پی ام باشه و متاسفانه تو برگ تروبچه این مقدار 1.29 صدام پی پی ام بوده، تو برگ شاهی 1.25 صدام، یعنی بیشتر از 3 برابر حد مجاز. غیر از بیماری های آشکاری که ممکنه به کمخونی منجر بشه، شما مجبور بشیم عیض رو بریم بیمارستان خون بزنی، کارهای درمانی بکنی، مسمومیت با سر بده، مسمومیت با کادمیوم بده، غیر از این مراحل که پیدا میشه، به طور تازه اینا خوبشه چون بالاخره میره پیش پزشکی اتفاقی براش میفته، به طور آرام همه سیستم ایمنی ما رو ضعیف میکنه، سیستم سلولیمون رو اذیت میکنه. بیماری ام اس یا این اختلالاتی که توی مغز، مثلا فرض کن آلومینیوم خیلی مضر، مثلا باعث آلزایمر میشه، یا همون سرب و کادمیوم و اینا، همه بیماری پارکینسون، نمیدونم ام اس، اینا همه ناشی از همین عناصر سنگین هست که حتی یه سری بیماری هست که اصلا ناشناخته است. هر وقت ما عملکرد یک سلول رو با هر چیزی مختل کنیم میتونه به سرطان ختم بشه. منتها سرطان فردا پیداش نمیشه. عمری که میتواند یک سلول معوف رو به یک سلول سرطانی تبدیل کنه بین 15 تا 20 ساله. لذا الان اگر اون اتفاق میفته، من بیشتر برای بچه هام نگرانم، برای نوه هام نگرانم تا برای خودم. البته منظور سمبولیک نوه های من، همه نوه های کشور، همه کودکان کشور، تا خودم. یعنی اگر از امروز من در یه محیط آلوده قرار بگیرم، بعیده بتونه تا عمر باقی مانده من برام سرطان ایجاد کنه. اما یه جوون یا بچه چرا میتونه؟ بله، سرطان از محصولات آلودگی هاست، چه هوا، چه آب، چه مواد کشاورزی. یکی از پیشنهادهای خوب این بود که اینا برن به سمت محصولات غیر خوراکی، مثل درخت کاشتن و بعد به کارخونه چوب دادن. این هیچ ایرادی برای ما نداره، هیچ گرفته شده محکم‌تر میشه چوباش، نمیدونم، هیچ اعتیاری ندارد. خوراکی رو باید حذف کرد. اینا زباله های درشتیه که داره وارد زمین میشه. خب این شخ میخوره، مجدد میره داخل خاک تا تجزیه بشه، زمان میبره. همین خودش یه منبع اصلی آلودگیه. الان کشاورزی مملکت رو نابود کردن به خاطر این نایلون هایی که الان دارن پخش میکنن، که همه دنیا به این رسیده که این نایلون آسیب میزنه. الان همه جا نایلون میذارن، حیوان ها میخورن، گرفتار میشن، کشته میشن، و هیچ جای دنیا اینطوری نیست. ما قبل از انقلاب مگه مملکت نداشتیم؟ هر کی دستمال داشت، یه کیسه داشت، یه نمیدونم بساطی داشت، زنبیل داشت، میرفتن خریدشون رو میکردن، تو اونا میآوردن میموند. الان هر کی میره یه دونه نمیدونم موز، یه دونه، دو تا دونه میخواد بذاره، میذاره تو یکی از این پاکت ها میده. این پاکت ها کجا میره؟ میریزه تو شهر، تو آب.
حیوان ها میخورن میمیرن. اما هیچ کس نیست اینا رو فکر کنه. اگر این چیز خوبی بود کشورهای خارجی بلد نبودن اینا رو استفاده کنن. ببین شما الان نکنی منبع اصلی آلودگی همینه. شما این زباله زنبیلی بوده که توی شهر اومده با آب وارد شد. یه نکته ای هم ما در نظر داشته باشیم. دوست عزیزی که رفتی زارا خرید کردی بعد پلاستیکشو انداختی، این پلاستیک میاد اینجا بعد دوباره میشه سبزی، دوباره نوش جانش میکنی. مبارکت باشه خریدت. ما نیاز به یک بخش دقیق مطالعات آمایش سرزمین، الگوی کشت، منابع آب موجود، آب پایدار داریم برای کل کشور. آقای دکتر اصلا مطالعات به کنار، ما لازم داریم یک نفر بیاد جلوی آب یه دونه توری بذاره، آشغالا نیاد قرمونتون برم، مطالعه نمیخواد بکنید عزیزان، خسته میشید. یه آشغالگیر بذارید اینجوری زمین به زباله‌دانی تبدیل نشه. بعدم چه زمینی؟ زمینی که حداقل ماها میدونیم ملک ری هزار خورده ای ساله که این کشت میشه. کجای دنیا یه همچین شرایط داریم؟ شما نگاه کنید به بالادست. بالادست کوههای بسیار جالب، وسط مخروط افکنه، بعد انتها دشت دامنه ای که با پتانسیل بسیار بالا، خاک مناسب، اینجوری داریم نابود میکنیم. این خاک مال نسل آینده‌ام هست، این برای نسل‌های بعدم هست، ما باید توجه بهش بکنیم. چه این وضعیت خاک، چه این وضعیت آب رو. نمیدونم دیگه باید چی بگم. آقا خیلی باحالن اینا. نمیدونم خوبی چطوری؟ چند تا گوسفندن اینا؟ اینا 500 تایی هست. 500 تا؟ خب ماشاءالله. بعد میگن اینجا خیلی آب فاضلاب هست، اینا آب فاضلاب میخورن؟ آره اینا میخورن. اون مریض مریض نمیشن؟ مشکلی ندارن؟ چرا بعد تو 4 سال که چیزی شد یواش یواش جگرشون خراب میشه. اه واضح میشه چجوری میشه جگرشون؟ جگرشون دوندون میزنه، خب باد میکنه، آبکی میشه، خراب. خب پس بیشتر آب فاضلاب میخورن. چرخه انسانی از گیاه هست، از گیاه مصرفی و از دام گوشت، هر دوتاش با آلودگی اینا میتونه به انسان منتقل بشه. و خود دامدارا میگفتن میره در ناحیه کبد یا همه جا میره؟ نه همه جا میره. خب طبیعتا بدن انسان پالایشگاهش کبده، در اونجا بیشتر میشه، ولی مفهومش اینه که تو گوشت عضله مثلا راستش نیست. نه خیلی تو راست هم هست، تو همه جا هست. یکی از متهمان و مقصران اصلی این وضعیت رو من پیدا کردم، ایشونن که آب فاضلاب میخوره و ببخشید برو. اینو اینا علفی که میخورن با فاضلاب آبیاری شده. آه. بعد آبی هم که میخورن آب فاضلابه. آب فاضلاب، یعنی همه چی فاضلابه. آب فاضلاب میاد، گوسفند آب فاضلاب میخوره، بعد ما گوشت اون گوسفندو میخوریم، جگرشو میخوریم، آب فاضلاب میره گیاها رو آب میده، ما سبزی و میوهشو میخوریم. کلا فاضلاب تو فاضلابیه و نقش فاضلاب انگار تو زندگی ما دیگه خیلی قوی و پررنگ شده. یه ماجرایی هم هست، ورود نفت به خاک و آب این منطقه، اون چیه؟ بله ببین، یه قسمتی زمانی که پالایشگاه اینجا احداث شد، یه سری با توجه به نشتی که تمام این مخازن پالایشگاه داره، یه سری چیزایی که مربوط به خود مسائل پالایشگاه هست، خود از زمین توی مساحتی حدود فکر کنم 15-16 هزار هکتار از درسون آباد و عظیم آباد و نجم آباد بگه، تو اون قسمت کاملا با نفت آلوده شده و خاک ها اون قسمت هم مشکلات خاص خودش رو داره. از این قسمت حتی چند تا تر تحقیقاتی بوده که کار کردن، من خدمت دانشگاه شهید بهشتی اومده کار کرده، آلودگی نفتی رو تو این مناطق در آورده که خیلی از فلزات سنگینی که تو خاک هستن مربوط به نفت هستن تا این آب. یعنی هر دو تای عوامل، هم نفت هم آب، باعث نابودی این قسمت شده. ظاهرا اداره آب و فاضلاب و شهرداری با هم دیگه فاضلابو میدن تو آب،
محیط زیست که پول نداره که بیاد جلو اینا رو بگیره، اون که سیه کار خودشه، وزارت بهداشتم که اصلا معلوم نیست کجاست، نفتیا هم دارن نفتشون رو میدن تو خاک. میگم این انرژی اتمی هم بیاد این اورانیوماشو بده تو خاک، کلهم اجمعین بزنیم خودمون و خاک و آب و همه رو با هم نابود کنیم بره. اون سیفیجات و سبزیجاتی که در کشتارهای جنوب تهران با آبهای آلوده آبیاری میشه برمیگرده به شهر، دوباره میاد سر سفره‌های ما، ما بچه هامون از همونها مصرف میکنیم. مگر اینکه یک اتفاقی بیفته، مگر اینکه شما دست هاتون رو بدید به دست هم، شما مسئولان رو میگم، مگر اینکه همت عالی داشته باشید، وگرنه با تلاش یک دستگاه و دو دستگاه بیشک این ماجرا حل نمیشه و سالها همچنان داستان ادامه خواهد داشت. یه دفعه یه مگسی پرید، مام گرفت مگس رو اینطوری برد دم پنجره ولش کرد رفت. حالا ما باشیم تق بزنیم اونو لهش بکنیم، خب امام چرا این کارو کرد؟ کار بی خود نمی کرد امام.